استقلال توانسته در لیگ 23 شروع موفقی داشته باشه و آبی پوشان پایتخت در 4 مسابقه موفق شدن 3 بازی رو با پیروزی به پایان برسونن تا با کسب 9 امتیاز در جمع 4 تیم برتر جدول باشن. با توجه به روند آماده سازی آبی ها در اردوی پیش فصل و حواشی پرشماری که دامانگیر استقلالی ها شده بود، تصور نمی شد که اونا بتونن شروعی بهتر از فصول گذشته خود داشته باشن، اما این اتفاق رخ داد و شاگردان جواد نکونام تونستن عملکردی فراتر از حد انتظار رو و از خودشون به جای بگذارن. آبی پوشان پایتخت به لحاظ مباحث فنی کارنامه خوبی را از خودشون به جای گذاشتن و انتظار می‌رفت با توجه به عملکرد موفق در زمینه مسائل فنی حواشی در اردوی استقلال به حداقل برسه، اما چنین اتفاقی رخ نداد و همچنان بیش از آن که اردوی آبی ها تحت تاثیر گفتمان‌های فنی باشه، خبرهای جنجالی از آن به بیرون درس پیدا می‌کنه و مهمترین سوژه هم اختلاف کادر مدیریت باشگاه و کادر فنیه که همچنان این اختلافات وجود داره و خبری از رفع وجود آن نیست. استقلالی ها برای حضور در لیگ 23 تونستن با حسین حسینی برای ادامه همکاری به توافق برسن و محمد رضا خالد آبادی هم به جمع آبی پوشان آب پایتخت پیوست تا خیال نکونام از خط دروازش راحت بشه. در این میان سرمربی استقلال اصرار ویژه‌ای به حفظ سینا سعیدی فر هم داشت، اما مدیران باشگاه استقلال اون رو به صورت قرضی در اختیار تیم شمس آذر قزوین قرار دادن که همین مسئله باعث شد تا بار دیگه جواد نکونام با رفتارهای این باشگاه موضع بگیره. نکونام در نشست خبری پیش از دیدار استقلال خوزستان در واکنش به جدایی سعیدی فر گفت: او بدون اجازه من رفته است و به من اعلام کردن بازیکن بگیر، دروازه‌بان بگیر. من هم گفتم لطفاً یک گلر زیر 23 سال خوب در حد سینا سعیدی فر برای من بگیرید. من از شما تشکر و قدردانی هم میکنم. به من گفتم میتوانی بازیکن بخری. من هم دنبال این هستم یک بازیکن زیر 23 سال بگیریم. مدیران باشگاه استقلال بعد از این اظهارات جواد نکونام در تلاش بودند تا رضایت سرمربی خودشون رو جلب کنن و تصور میشد که این قائله خیلی زود به پایان برسه، اما این اتفاق رخ نداد. مدیران باشگاه استقلال در واپسین ساعات فعالیت پنجره نقل و انتقالات تابستانه با محمد جواد کیا به توافق رسیدند. دروازه‌بان جوانی که سابقه بازی در تیم‌های پایه استقلال رو در کارنامه خودش داره و در سالیان گذشته در تیم‌های شهر خودرو مشهد و آلومینیوم عراق هم سابقه بازی داره و تصور می‌شد با توجه به جذب کیا که از تجربه خوبی هم برخورداره و در لیگ قهرمانان آسیا هم به میدان رفته، اختلافات میان نکونام و خطیر کاهش پیدا کنه، اما این اتفاق رخ نداد و در حالی که گفته می‌شد محمد جواد کیا گزینه معرفی شده از سوی جواد نکونامه، اما سرمربی استقلال به جذب این دروازه‌بان جوان واکنش نشون داد. جواد نکونام در واکنش به خرید کیا بدون اطلاع او تصمیم گرفت تا این دروازه‌بان جوان رو به تمرین تیمش راه نده. تصمیم که نشون میده همچنان اختلافات میان نکونام و خطیر پابرجاست و حتی طرفین در زمینه جذب دروازه‌بان سوم هم با یکدیگر اختلافات محشودی دارن و مطمئناً ادامه این رویه میتونه بحران‌های بیشتری رو برای استقلال ایجاد بکنه. البته که مدیر عامل استقلال در صحبت‌های اخیر خود سعی داشت تا فضای به وجود آمده را مدیریت کنه، اما به نظر می‌رسه که خطیر در این زمینه موفق نبوده و همچنان اختلافات او با جواد نکونام یکی از جنجالی‌ترین سوژه‌های روز فوتبال ایران حساب میشه. حالا خیلی جالبه، در حالی که انگار سینا سعیدی فر می‌خواست بمونه، این مدیر استقلال سر خود رفتم اینو قرضی دارم به تیم شمس آذر، از این ورم محمد جواد کیو به نظر من باسون خیلی خوبی. حالا ما مشهدیو بیشتر یادمونه موقعی که انگار شهر خود همون پدیده رفتش لیگ قهرمانان، اون اولش مدیر رحمتی که خداحافظی کرده بود و گل دیگه هم نشی، محمد جواد کیا فکر کنم مقابل تیمای الهلال و پاختاکور و اینا قرار گرفت و خوبم بودش انصافا، یعنی بد کار نکرد و خیلی جالب بودش.
حالا عجیبه از این سمت هم به نظر من استقلالی ها اینقدر بهش دارن واکنش نشون میدن، به نظر من بد نیست. ولی خیلی جالبه که جواد نکونام حالا برای اینکه نشون بده که با تصمیمات خطیر چقدر مثلا لجره اومده، گفته آقا اصلا من اینو نمیخوام، ببین برای خودتون، و نشون میده چقدر اختلافات با اینکه استقلال خوب هم کار کرده ولی اختلافات میان خطیر و جواد نکونام خیلی زیاده و فقط همینطوری دارن میرن جلو، ولی اختلافات خیلی هستش و به نظر من باید استقلال با این روند خوبی هم که داره این اختلافات رو باید سریعتر پایان بده، وگرنه باز شاید مثل فصل پیش و حالا فصل دیگه استقلال باز دوباره به مشکل بر بخورن و حالا نتونن اون انتظاری که هواداره ازشون دارن رو انجام بدن. و از اون سمت هم حالا به هوازمان پرسپولیس میپردازیم، جایی که خیلی اصلا عجیب بودش. ما پرسپولیسی که حالا با مشکل دروازه‌بان هم روبرو هستیم، یهو مثلا داشتم بازی دیروز ایران بلغارستان نگاه میکنم، یهو این بیرانوند افتاد و نمیدونم گفت مصدوم شدم و باز رفت به اخباری یه چیزی گفت، اخباری تعجب کرد. اینا خیلی جالب بود، این هم تو حالا این بلبشویی که دروازه‌بان نداریم و اینا، حالا بخوایم مثلا مصدوم هم داشته باشیم، اونم بیرانوند تو فاصله 10 روز دیگه با النصر بازی با رونالدو بازی داریم، حالا شانس ما بیرانوند هم مصدوم شده. خیلی جالب بودش که حالا بازی دوستانه ایران و بلغارستان یک اتفاق خیلی مهم داشت. علیرضا بیرانوند دروازه‌بان شماره که تیم ملی بعد از پرتاب بلند به زمین حریف مصدوم شد و از مسابقه بیرون رفت. زمانی که بیرانوند احساس درد میکرد به نظر نمیرسید آسیب دیدگی او جدی باشد، اما طولانی شدن روند درمان و در نهایت بیرون رفتنش از زمین نگرانی بزرگی را به وجود آورد. پرسپولیسی ها بیشتر از همه نگران وضعیت بیرانوند هستند. علیرضا حقیقت پزشک باشگاه پرسپولیس پس از پایان مسابقه درباره وضعیت بیرانوند و آسیب دیدگی او توضیح داد. طبق اعلام کادر پزشکی تیم ملی، بیرانوند از ناحیه کشاله پا دچار آسیب دیدگی شده و کارهای اولیه به سرعت برای او انجام شده. قرار است که او جمعه پس از بازگشت به تهران برای انجام تصویربرداری پزشکی اعزام بشه و پس از مشخص شدن جواب آزمایشات میزان دقیق آسیب دیدگی او مشخص خواهد شد. پرسپولیس 28 شهریور یعنی کمتر از دو هفته دیگه همونطور که گفتم میزبان النصر خواهر بود. حضور یا عدم حضور بیرانوند در این مسابقه میتونه برای پرسپولیسی ها سرنوشت ساز باشه، به خصوص همونطور که گفتم ما الان تو این فصل احمد گوهری هم دادیم و دروازه‌بان دومی نداریم و واقعا خدا کنه هر جور که هست چرا واقعا این شیل بد بشه، خدا کنه واقعا مصدوم نشه که وگرنه پرسپولیس به فنا رفته. و چیز دیگه هم باقی نمیمونه. خیلی ممنون از اینکه تا آخر این ویدیو همراه من بودین، خیلی خوشحالم که شما عزیزان کنار من هستین. همونطور که من همیشه تو همه ویدیوها میگم، کانال ما در مورد اخبار و حواشی و خلاصه بازی‌های اکثر ورزش‌ها به خصوص فوتبال هست. خواهش میکنم اگه به این سبک از موضوعات علاقه دارید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و اون دکمه زنگوله کنارش رو هم بزنید تا هر موقع ویدیو جدید ما آپلود شد شما اولین نفری باشید که ازش با خبر میشیم. خیلی دوستتون داریم، چاکریم، مخلصیم، ارادت، فعلا یا علی، خدا نگهدار.